همکارم همایون خیری از گروه علمی ایران اینترنشنال جا با ما همراه شده. همایون، اول اصلا به ما بگو که این سامانه‌های نوین آبیاری چطور تجهیزاتی هستن؟ لازم معمولاً ما این سامانه‌ها رو به عنوان تجهیزات آبیاری قطره‌ای می‌شناسیم. خیلی هم شایع هست و تا بالم تصور بر این بوده، هنوزم تصور بر این هست که اینها در مصرف آب به خصوص در حوزه کشاورزی خیلی مفیدن، صرفه‌جویی می‌کنن و اینا رو تقریبا بعضی ها حتی خانگیش رو هم دارن، ولی خب در سطح وسیع با تجهیزات مثلا شمارنده یا نمیتونم لوله، نمیتونم این منابع، اینا تمام اینا رو هم دیگه بهشون میگن سامانه. خودت اشاره کردی، گفته میشد که این سامانه ها میتونن در آب مورد مصرف به خصوص کشاورزی صرفه جویی بکنن، ولی الان چه اتفاق افتاده دقیقا؟ اتفاق خیلی مهم این است که 12 ساله که اینها دولت حدود 85% از هزینه تهیه اینا رو تقبل کرده و اینا رو در مناطق مختلف کشاورزان داده. الان متوجه شدن که علی‌رغم اینکه قرار بوده اینا در مصرف آب برای کشاورزی صرفه جویی بکنن، چنین اتفاقی نیفتاده. یعنی اون منابع آب زیرزمینی، آبخانها، علی‌رغم استفاده از این به اصطلاح سامانه ها، اینا سطح آب درشون کم شده، اصلا ورودی آب هم بهشون کم شده، یعنی نه تنها ورودی نداشتن بلکه بیشتر هم استفاده شدن. الان متوجه شدن علتش این هست که این سامانه ها رو هر کسی استفاده کرده، مثلا آبیاری قطره ای رو، بعد متوجه شده که خب داره صرفه جویی میکنه در مصرف آب، پس بیام محصولاتی بکاریم مثل هندونه، مثل محصولاتی که آب زیادی مصرف میکنه. و فقط این نیست، رفتن مزارع هم گسترش دادن، یعنی اون آبی که قرار بوده در یک به اصطلاح مزرعه کوچک استفاده بشه، الان مزرعه رو بزرگ کردن، بنابراین هیچ آبی به اصطلاح منابع آب زیرزمینی تزریق نمیشه، بلکه هرچه آب هم از اونجا استفاده میشه به عنوان آبیاری قطره‌ای در واقع برای توسعه کشاورزی یا محصولات پر آببر استفاده میشه. یه نکته‌ای که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بهش اشاره شده این هست که دولت 85% این هزینه رو میده، ولی اجازه نداره به اون کسانی که دارن ازش استفاده میکنن بره بگه خب الان ببینیم چیکار کردین، یعنی پروانه بهره برداری از اون به اصطلاح تجهیزات یا فعالیت کشاورزی رو هم نمیتونه تغییر بده. در واقع یک پولی از جیب به اصطلاح مردم میره، از صندوق توسعه ملی میره، بدون اینکه نظارتی روی اون وجود داشته باشه، و همین باعث شده هم تجهیزات بخرن، هم آب ذخیره نشه و هم وضعیت کشاورزی بدتر بشه. یعنی قرار بر این بوده که با این تجهیزات دست کم محصولاتی تولید بشه که خودشون هم آب کمتری مصرف کنن به دلیل اینکه آبو میشد ذخیره بکنن. در گزارش مرکز پژوهش‌ها که خیلی گزارش خوندنی هم هست و احتمالاً در دسترس همه هم هست، در اینترنت میتونن ببینن، این است که الان بعد از گذشت 12 سال به نظر میرسه اون روش قدیمی تر یا روش غرقابی که همه میشناسن، یعنی در مراتع آب رو باز میکنن و خب اون محصولات مثلا آب دریافت میکنن و مازاد اون آب میره توی زمین و میره توی منابع، گفته میشه مثل اینکه اون وضع بهتری بود. من این نقل قول رو از دکتر کاوه مدنی بگم، اگر درست بتونم بگم، این هست که سودمندی این سامانه ها وقتیه که به طور کامل اجرا بشه، یعنی نه تنها تجهیزات شما باید بگیرید بلکه سیاست به اصطلاح کاشت و داشت و برداشت رو هم باید داشته باشید، یعنی علاوه بر اینکه مساحت رو اضافه نکنیم، برای اینکه اون وقت دیگه آبی به اصطلاح به عنوان ذخیره باقی نمیمونه، بلکه محصولات مشخصی رو هم بکارید که اینا از تمام اون آب استفاده نکنن. بنابراین در گزارش مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس گفته میشه که به نظر میرسه این 12 سال ما با صرف این هزینه و یعنی اومدن ابروش رو درست کنن زرن چه شب خور کردن، بسیار هم بد اتفاق افتاده. برای این که در نموداری که شما میخوندین خبر رو نمودار نشون داده شده این هست که مقدار پول مرتب هر سال افزایش پیدا کرده و مقدار آب آبخانها مرتب کاهش پیدا کرده. در واقع میشه گفت هیچ کاری بدتر از این نمیشد به منابع آبی کرد، که خب الان این اتفاق افتاده برای به اصطلاح منابع آبی و استفاده از یک فناوری تازه. متشکرم از همایون خیری اینجا در استودیو همراه ما.